سلام، شب شما بخیر. خیلی متشکرم. آقای میسر بنده خدمت شما عزیزان خوبی بیننده برنامه‌تون عرض سلام و صبح بخیر دارم. به عبارتی در خدمت شما هستم. قربان شما. آقای داورزنی، اتفاقاتی که امروز افتاد در ورزشگاه شاهد فولاد در اهواز در فینال جام حذفی ما و موضع وزارت ورزش، شما از شما میخوایم جویا بشیم چه کاری قرار استش که انجام بدید؟ پیگیری تا الان صحبت کردید با دوستانمون در سازمانی که کجاستون؟ چون ما که هرچی پیگیری کردیم باشون صحبت بکنیم، کسی پاسخ نبود. قبل از هر چیز از ملت بزرگوارمون، از علاقمندان به ورزش عذرخواهی میکنیم به خاطر اتفاقی که امشب افتاده در فینال جام حذفی فوتبال. و طبیعی است که ما بلافاصله بعد از اتفاقی که افتاد به آقای دکتر سلطانی فر که هم کردن، ما فردا صبح عازم اهواز هستیم به اتفاق چند نفر از مسئولین مربوط، من جمله هم کمیته اخلاق و هم کمیته انضباطی فدراسیون و مدیر کل محترم ریاست وزارت ورزش. تشریف میبرید اهواز؟ بله، میریم اهواز به اتفاق مسئولین محلی، جلساتی رو خواهیم داشت. عوامل مؤثر در این اتفاقی که امشب در اهواز افتاد مورد بررسی قرار میدیم از در محل و مسئولین شورای تامین استان، استاندار محترم، تا برترتیب. این اتفاق خوبی نیست برای ورزش کشور و خب طبیعی است که برگزاری یک جام حذفی که میتونست خیلی منظم‌تر از این و بهتر از این از قبل پیش بینی لازم صورت بگیره برای ورود تماشاگرها، اسکان تماشاگرها در محل‌های مورد نظر، که منجر به این نشود که تیم داماش اون اتفاق واسش بیفته و حق مسلمش هم بود که هوادارانش بتونن بیان وارد استادیوم بشن، در محل ظرفیت خودشون بتونن بشینن. این از قبل البته پیش بینی شده بود، ولی به هر ترتیب ازدیاد جمعیت و ورود جمعیت بیش از اندازه به استادیوم منجر به این حوادثی شد که زیبنده فوتبال کشور و ورزش کشور ما نیست. ان شاء الله فردا صبح اول وقت خدمت دوستان خواهیم رسید در اهواز و به اتفاق مسئولین محلی مسئله رو بررسی می‌کنیم و بعد گزارش رو خدمت هم شما و هم مردم عزیز. آیه داورزنی، این اتفاق توی بازی پرسپولیس سپاهان هم افتاد، یعنی یه چیزی نبود که لحظه‌ای باشه تو همین بازی باشه. اگه یه بررسی انجام می‌شد که آقا چرا دو سه تا بازی پشت سر همه داره از اینجور اتفاقا پیش میاد، شاید اصلا این امروز خیلی خوب همه چی برگزار می‌شد. ولی یه ذره پشت گوش انداخته شد. شما قبول دارین همون بازی پرسپولیس سپاهان برگشت لیگ؟ نکته رو توجه بکنید، بر ترتیب مسئولیت فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و برگزار کنندگان مسابقات طبیعی تو این حوزه باید پاسخ بده، هم مردم عزیز باشن و هم اتفاقاتی که افتاده در اصفهان. اتفاقی که افتاده خب بعد از بازی در خارج از استادیوم مسئولیت اتفاق افتاده که زیبنده کشور عزیز ما نیست، حالا بحث فقط ورزش نیست، چون اگر قرار باشد که مسابقات ورزشی ترویج دهنده بد اخلاقی باشه، اون بهتره که برگزار نشه. ولی اگر قرار باشه که خب این خیلی علاقمندان و دوستداران ورزش که با فوتبال با ورزش علاقمندانی که حتی والیبال رو تعقیب بکنن و لذت میبرن از حضور بچه‌های خودشون در مسابقات جام ملت‌های والیبال و از طرفی مردم عزیزی که تا پاسی از شب میشینن فوتبال رو نگاه میکنن و لذت بازی خوب رو میبرن، نباید شیرینی یک بازی ارزشمند تبدیل بشود به یک بد اخلاقیه که زیبنده کشور عزیز ما نیست. من کاملا قبول دارم، بس از قبل دوستان ما پیشبینی لازم بود کردن، چه مسئولین فدراسیون فوتبال، چه مسئولین سازمان لیگ و چه همچنین دوستان ما در عوامل نیروی انتظامی که بر اساس مصوبه شاک مسئولیت و هیئت فوتبال خوزستان و هیئت فوتبال خوزستان و همچنین اصفهان. انشالله فردا خدمت دوستان خواهیم رسید. حالا ما حتما از شما اولا ممنونم که پاسخگو بودید شما، چون ما هولوش دو ساعت خورده آقای پیوس هم اینجا بودن، ما تماس گرفتیم با مسئول محترم سازمان لیگ، مسئول فدراسیون فوتبال، که ببین یه توضیح بدم، بگن اصلا چه خبره، یعنی کسی نمیدونست که چه داستانی اتفاق افتاده، بیننده تلویزیونی منتظر، تماشاگر اصلا نمیدونن چه خبر هستش، آنتن تلویزیون برنامه‌های مختلفی چیده شده، این آقای داورزنی پشت سر کسی نبود اصلا بیاد توضیح بده. حالا شما اومدید عذرخواهی میکنید، خیلی کار پس مونده بعد بازی. ولی خب تو این مدت ما منتظر بودیم کسی نیومد پاسخ خوب باشه، هیچی هم ارائه نشد، نه توضیح نه عذرخواهی هیچ. حالا الان که شما دارید میاد بررسی میکنید کار خیلی خوبیه، ولی خب ما هم منتظر هستیم که انشالله خیلی زود نتایجش رو اعلام بکنید که بررسیاتون چه نتیجه داشته و چه اتفاقاتی قراره بیفته، چون یه سری پرونده همینجوری مونده و ما سوال میکنیم از فدراسیون و پاسخی نمیگیریم. حتما خدمت شما هستم. خیلی متشکرم از شما. خواهش میکنم. محبت که شب شما بخیر. خب بالاخره